امروز پریزیدنت کشور در پیام سالانه‌اش به مجلس عالی و فعالیت آموزگاران شیوه استفاده برای تلفن موبایلی و به خارج رفتن منصبداران برای تبابت و نوباوری به خدمت رسانی طبی در کشور انتخاب کرد. پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام سالانه خود به پارلمان کشور گفت اکثر آموزگاران از متدهای کهنه دستدهی استفاده میکنند که به طلبات زمان معاصر جوابگو نیستند. کانسپکت اکثر معلمان کهنه است، سیستم نوی اطلاعاتی را نمیفهمند. از کجا بعد صفت تعلیم بلند شود؟ ما خودمان را فریب میدهیم، فقط شما را دیپلم میدهیم، گفت پریزیدنت. کشوردار تاکید کرد که باید از این نوع نظام دستدهی دست کشید. پریزیدنت همچنین به موضوع زبان آموزی خوانندگان و آموزگاران دخل کرده گفت باید هر یک آموزگار با دو زبان خارجی، روسی و انگلیسی حرف زده تواند. او تاکید کرد نوابسته از فن دستدهی معلم باید اقلا با این دو زبان صحبت کرده تواند. امامعلی رحمان گفت می خواهد به پارلمان پیشنهاد کند که در 10 سال آینده به مقامات دولتی تنها آدمانی را به کار گیرند که این دو زبان خارجی را مانند زبان مادریشان می دانند. انتقاد دیگر پریزیدنت از شیوه یا مدنیت استفاده تلفن موبایلی در کشور است که به گفته او باید بازبینی شود. ما به شرکت های موبایلی که 90%شان شرکت های خارجی است هر سال 3 میلیارد تومانی مبلغ می دهیم و می گوییم مبلغ نداریم. افزود پریزیدنت گفته می شود که ساکنان کشوری ما همه ساله به ارزش 3 میلیارد تومانی برای تلفن های موبایلی اشان صرف میکنند. تنها دوام 10 سال اخیر برای استفاده علاقه شرکت موبایلی از جانب اهالی کشور 3 میلیارد تومانی خراجات شده است. همچنین امامعلی رحمان در پیام سالانه به پارلمان دایر به سطح خدمت رسانی طبی و اعتماد مردم گفت او ابراز داشت همگیری کرونا ویروس نشان داد که داشتن متخصصان کسبی تا چه اندازه مهم است. پریزیدنت تاکید کرد که اکثر منصبداران حتی برای تبابت درد سر و دندان به کشورهای خارج می روند، مخصوصا خدمتچیان دولتی و اعضایان حکومت. سرش درد کند می دوند خارجه. جناب عالی جواب دهید که خارجه می روم، افزود پریزیدنت.